از لندن سلام دارم به شما آقای فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی در فرانسه. پرسنوز به شما آقای فرامرز. آقای دادرس، در بلژیک امروز 3 حادثه تروریستی روی داد، 3 انفجار، 2 انفجار در فرودگاه، یکی هم در یکی از ایستگاه‌های متروی پایتخت بلژیک، و طبق آخرین خبرها حدود 34 نفر کشته و بیش از 180 نفر هم زخمی شدن، که البته این آمار ممکنه تغییر بکنه. در رابطه با این حملات چه اطلاعات تازه‌ای شما در فرانسه دارید؟ می‌دونیم که فرانسه هم خودش در ماه نوامبر قربانی عملیات تروریستی شد که به گروه دولت اسلامی یا داعش نسبت داده شده بود. این سومین عملیات تروریستی است که از ژانویه 2015 تا کنون انجام شده. ژانویه 2015 نشریه شالیه دو بود که حمله شد و دو تا عملیات تروریستی هم همزمان در یک فروشگاه یهودی و یک گروگانگیری هم انجام شده بود، و دومینش که بزرگ بود در 13 نوامبر 2015 بود و در فرانسه، و امروز ساعت 8:05 و 9:10 هم همینطور که شما گفتید، 2 انفجار در فرودگاه و 1 انفجار هم در ایستگاه متروی که بسیار نزدیک به مرکز بروکسل و پارلمان اروپا. اما داستان از اینجا آغاز شد که چند روز پیش صلاح عبدالسلام یکی از تروریست هایی بود که قرار بود خودش رو در 13 نوامبر در استادیوم فرانسه، انگامی که مسابقه فوتبال بین تیم های آلمان و فرانسه برگزار می شد، منفجر بکنه، ولی جلیقه انفجاری رو پیدا کردن و از روی اثر DNA مشخص شد که مربوط به اینه، و این یک معمایی شده بود که چرا صلاح عبدالسلام این عملیات انتحاری رو انجام نداد و آماده بود اون جلیقه رو همون نزدیکای استادیوم فرانسه پیدا کردن در پاریس، و اون مخفی شده بود. بسیاری گمان می‌کردن که شاید برگشته به سوریه، اما یک آنالیزهایی هم بود اینی که می‌گفتن این شاید ترسیده یا پشیمون شده و این کار رو انجام نداده و حالا نمیتونه برگرده به سوریه چون ممکن اون ازش انتقام بگیرن داعش. و پلیس امنیت فرانسه و سازمان اطلاعاتش این رو به عنوان مغز متفکر عملیات 13 نوامبر در پاریس میشناختن. 3-4 روز پیش این رو در بروکسل دستگیرش کردن. خیلی جالب بگم این در همون شهرکیه که نزدیک بروکسل، شهرکیه که تقریبا میشه روی یک گتویی که بیشتر خارجی ها اونجا زندگی میکنن و اغلب این تروریست هایی هم که در پاریس عملیات انجام دادن مال اون شهرک هستن و مولنبک. اینو شناساییش کردن و در یک خونه دستگیرش کردن. اما دو سه تا نکته بسیار جالب پیش اومد. این بود که میگم که این پدر یکی از دوستان دوران کودکی شنب کلاسش در اونجا پنهان شده بود و البته تمام تلفن ها و رد اینها رو اونجا این مدت چند ماه هم پلیس فرانسه هم پلیس بلژیک ردیابی کرده بود. اما هنگامی که دستگیر شد در همون خونه که این پنهان شده بود مقداری دتوناتور یا چاشنی انفجاری پیدا کردن، یعنی نشون میداد که این هنوز قصد عملیات انفجاری رو داشتن. و خیلی جالبه که موقعی که اینو کشان می‌بردن به اتومبیل پلیس، یک تیکه کاغذ کوچیکی از پاچه شلوار سمت راستش می‌رفته بیرون، و اینو تو فیلمایی که تلویزیون‌های بلژیک برداشته بودن و بعد آنالیز کرده بودن رو فیلم‌ها رو به صورت عکس درآوردن، دیدن یک تیکه کاغذ افتاده اونجا، ولی میگن این کاغذ پیدا نشده. چه کاغذی بوده، چه نوشته‌ای بوده، چه علامتی بوده که این انداخته این شلوار این بود افتاده پایین؟ آیا این ممکنه که مثلا یک عملیات انتقام جویی بوده باشه به خاطر اینکه اینها آقای عبدالسلام رو تحویل دادن به فرانسه؟ سال عبدالسلام رو هنوز تحویل ندادن، درخواست کرده فرانسه، چون این بلژیکیه، در واقع عرب هست که در بلژیکه. یه برادرش هم کشته شد که همون روزی که اینو
دستگیرش کردن، اونم خیلی بی سر و صدا در همون عملیات پاریس خاکش کردن، خودش و وکیلش رد کردن استردادو. و وقتی این حالت پیش میاد 3 ماه طول میکشه که تا اون دادگاه عالی بلژیک اینو تصدیق کنه و اینو پس بدن. ولی الان با این اتفاقی که در بلژیک افتاده و همون شبکه که این جزوش بوده، حالا توضیح میدم، دستگیر شده، فکر نمیکنم دیگه اینو پسش بدن به فرانسه، چون این دیگه آخرین جرمش هم در خود بلژیک بروکسل مرتکب شده. اما این عملیات در این چند روز آماده نشده. تمام شواهد و قرائن نشون میده که این عملیات دست کم چند روز یا چند هفته، به نظر من بیش از 3-4 هفته طول کشیده اینو آماده کردن. منتها سیستم داعش اینه که اگر میخوان عملیات انجام میدن، سب میکنن تا زمینه تبلیغاتیش از نظر جو زمان تبلیغاتی مهیا بشه که اینها این عملشون رو بیشتر گسترش داشته باشه. و این بوده که پس از دستگیری صلاح عبدالسلام، اینها شاید هم نگران شدن از اینی که در بازجویی ها، چون یه زخم کوچیک برداشت برای یک چند ساعتی در بیمارستان بود ولی سالمه، خانوادهش هم مثال خوشبختی کردن و یک اعلامیه دادن از اینی که اینو زنده به دست آوردن. و اینها پیشبینیشون این عملیات برای روز دیگری بوده، برای فرصت دیگری بوده که از نظر تاریخی برای اینا شاید مورد به اصطلاح بهره برداری باشه، چون 22 مارس خیلی کارشناسا صبح تا حالا دارن میگردن ببینن آیا یک مناسبتی بوده که داعش مثلا به این مناسبت میخواسته این عملیات امروز انجام بده، هنوز پیدا نکردن. من گمان میکنم اینا زودتر این عملیات انجام دادن که خوب جوم الان آماده بود از نظر تبلیغات. و همینطور که میدونید الان تمام فرودگاه کشورهای اروپایی، مثلا انگلیس، فرانسه، بلژیک، آلمان و حتی من این روز شدیدم امریکا هم همینطور خیلی مقررات امنیتی و سختی رو برقرار کردن. بله آی دادرس، این حملات در حالی رخ میده که اروپا هنوز در شوک هستش، همون شوک حملات تروریستی ماه نوامبر در فرانسه، و در این حال میکوشه که بر این بحران پناهجویان چیره بشه. اتحادیه اروپا یک ضربه تازه است در واقع به پیکر اتحادیه اروپا. یک مقام، فکر میکنم نخست وزیر سوئد بود، گفته بود که این حمله به اروپای دموکراتیکه. فکر میکنید داعش علاوه بر این هدف ایجاد رعب و وحشت در شهرهای اروپایی، آیا این هدف رو دنبال میکنه که اروپا رو اصلا به طور کلی به هم بریزه، نظم و ترتیبی که در اروپا وجود داره؟ دقیقا. ببینید تمام اروپا، اونهایی که حالا مردم عادی رو من کار ندارن، ولی کسانی که دستن در کار مسائل امنیتی و اطلاعاتی هستن و دولت ها، همه منتظر عملیات تروریستی حتی بزرگتر و خشنتر از این هستن، خونبارتر از این هستن. مدت هاست این انتظار میکشن. حتی چند روز پیش نخست وزیر فرانسه هم اعلام خطر کرده بود. سرویس های امنیتی آلمان که در اروپا بهترین هستن و قوی هستن، اینها یه آماری دادن که واقعا این یه مقداری باید توجه کرد و در حقیقت این ترسناکه. گفتن بین 5 تا 8 هزار طرفدار داعش یا وابستگانی که به همین حکومت اسلامی داعش هستن، اینها با پاسپورت‌های سوریه وارد اروپا شدن در همین سیل پناهندگانی که اومدن در اینجا. شمار بسیاری از شهروندان خود کشورهای اروپای غربی، نه اینی که حتما عرب باشن یا مسلمان، بخشیشون هم مسیحی هستن، حتی درشون مسیحی کاتولیک خیلی تونرو هم دیده شده بود که اینا گرایش پیدا کردن به اسلام، گرویدن به اسلام و جزی حکومت داعش شدن، که تخمین میزنن که احتمال اینه که بین 20 تا 30 هزار طرفدار اینا در اروپا داشته باشن، و البته بین جمعیت اروپای غربی اینا چیزی نیست، ولی به هر حال اینا چون انتحاری عمل میکنن، تروریست کور انجام میدن، اینها واقعا ترسناکن. اینه که اینا آماده بودن. اما چرا داعش به این نحو عمل میکنه؟ ببینید یه زمانی مسئله ترور بود، اشخاص مهم رو ترور میکردن یا بسیاری جاها رو مثلا مثل القاعده بمبگذاری میکردن. اما این سیستمی که اینا درست کردن در حقیقت به هم ریختن نظم عمومی کشورهای بویژه اروپای غربی است و ترسوندن مردم این کشورها و به هم ریختن این دموکراسی. یعنی اینها از همین نقاط ضعفی که دموکراسی‌ها در مورد مسائل امنیتی
دارن سوء استفاده میکنن و این تموم بشو نیست. ما سال گذشته هم در ژانویه پس از جریان شارلی ابدو من شما با هم گفتگو کردیم و من گفتم این آغاز کاره و الانم باز به شما میگم که مسائل بسیار از این فراتره و ما منتظر به اصطلاح عملیات بسیار خشونتباری در آینده خواهی بود، چون الان مراکز ذخایر آب به شدت تحت نظر، نیروگاه‌های اتمی به شدت تحت نظر، چون اینها امکان داره که با سم، با مواد سمی شیمیایی میکروبی حتی و انفجاری که در نیروگاه‌های اتمی صورت بدن یک فاجعه در اروپا به وجود بیاره. این حملات باعث شده بود که کنترل‌های مرزی بین فرانسه و بلژیک شدت بگیره. آیا این امکان هستش که بقیه کشورهای اروپایی هم بخوان که تدابیر امنیتی رو تشدید کنن و کنترل‌های مرزی بیشتری رو برقرار کنن، که این میدونیم حتی مغایر هستش با اون پیمان شنگن که آزادی رفت و آمد رو قاعدتا باید تضمین کنه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا؟ ببینید، خواسته الان بعض احزاب مخصوصا احزاب دست راستی این است که اصلا مرزها رو دوباره برقرار کنن. فرانسوی ها یه تخمین زدن و محاسبه کردن که برای برقراری مرزهای پیش از شنگن دولت فرانسه باید 108 میلیارد یورو هزینه بکنه. این پول رو اصلا دولت فرانسه الان نداره. 108 میلیارد یورو برای یک کشور خیلی الان اینا کسر بودجه داره. همینطور کشورهای دیگه اروپا هم بخوان مرزهای خودشون رو برقرار کنن پیش از شنگن همین مشکل داره. اینا کوشش میکنن با همکاری‌های اطلاعاتی و پلیسی امنیتی بتونن برای این مشکل به اصطلاح چیره شوند. اما اخباری که میاد بیرون نشون دهنده اینه که به دلایل بسیاری اینها در زمینه همکاری‌های اطلاعاتی کارهاشون بلوکه شده، چون هر کسی مسائل اطلاعاتی امنیتی هر کشور به هر حال جزء مسائل ملی و امنیت ملی هر کشوره و اینها هنوز به توافق نرسیدن که بتونن یک فایلی اینا دارن به اصطلاح اطلاعاتی دارن که با هم به اشتراک بذارن. حتی ببینید همین پروازهایی که با هواپیما میشه، چون به سری پروازهایی که به خاورمیانه انجام میشه، یعنی برای رفتن به خاورمیانه راه زمین نمیتونن اینا به اون صورت بدن، خیلی طول میکشه و اینا اغلب با هواپیما میرن میان. حالا درسته با پاسپورت‌های جعلی و اینها میرن، اما به هر حال یه سرنخیه که میشه اینا رو ردیابی کرد. هنوز این مشکل اروپا با امریکا هم داره. امریکایی‌ها میخوان که این فایل‌های نام مسافرها که خیلی سالا نگهداری میشه رو در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی بذاره، اینا نمیذارن. و این مشکلات سیستم‌های اطلاعاتی اینها، ببینید چندی پیش که همون در جریان 13 نوامبر من گفتم که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه اینجا ضعف نشون دادن، 3 ماه پس از اون بود که رئیس سازمان سیا همین مسئله رو تکرار کرد، یعنی گفت اگر اینها کار خودشون انجام داده بودن میشد جلوی این فاجعه رو گرفت. حالا چند روز پیش نماینده دولت فرانسه همه تقصیرها رو میداخت گردن بلژیک و میگفتش که اینها کارشون انجام ندادن و ما 130 تا کشته دادیم 13 نوامبر. ولی میبینیم خود بلژیک هم گرفتار این مسئله است. یکی از کشورهایی که توی اروپا بعد از فرانسه بلژیک هدف داعشه، چون بسیار اینهایی که در سوریه رفت آمد کردن و با اینها عملیات مشترکی در بلژیک و فرانسه انجام میدن، اینها عرب ها هستن، بلژیکی یا فرانسوی عرب تبارن، یه زبون مشترک فرانسه رو دارن و با هم نزدیکن، این کارا رو انجام میدن. چیزی که مسلمه بر اقتصاد بلژیک هم میتونه لطمه وارد بکنه این حملات تروریستی. خیلی ها ممکنه دیگه حاضر نشن به بلژیک برن به عنوان توریست و خب این میتونه لطمه بزنه به اقتصاد اون کشور. اشاره فرمودید به مسئله این که همون نظم و ترتیب و قانون رو در اروپا به هم بریزن، اون دموکراسی اروپا رو تضعیف بکنن. یکی از تحلیلگران در لندن چندی پیش اشاره کرده بود که روسیه ممکنه حتی پشت این جریان باشه، چون روسیه هم لذت خواهد برد ببینه اتحادیه اروپا که به خاطر اوکراین اون کشور رو مورد تحریم قرار داده الان در یک همچین وضعیت سختیه. گوین که آقای پوتین میدونیم امروز این حمله رو محکوم کرده، همینطور حجت الاسلام حسن روحانی. در این زمینه چه نظری دارین شما؟ ببینید تا کنون مدارک که مستندی پیدا نشده که بگیم روسیه در پشت این ببینید خود روسیه در حملاتی که در سوریه انجام میداد حدود 5-6 هزار از ترکای قفقاز، از اهالی چچن و اینگوشی و اینها در داعشن و خود روسیه میخواد که از شر اینا راحت شه و اینها در سوریه هستن. بیشتر حملات هم به خاطر این بود که بخشی
خب مخالفین اسد رو از بین ببره و نذاره که اینا برگردن به، چون گفته میشد امریکا و غرب مایلن که این تروریستای داعش برن به سمت شمال ایران و جنوب روسیه قفقاز. خب این حرف هم اونا هم میزنن، اما از اینی که روسیه یا برخی کشورها بدشون نیاد از این بی‌نظمی که در اروپا است، خب این یه چیز طبیعیه، چرا که نه، برای که هرچه اروپا ضعیف بشه موقعیتش در برابر روسیه، خب روسیه بهتر اوکراین و اون شبه جزیره کریمه رو بالا میکشه و میره. الان هم میدونید دیگه اوکراین در بحث دیپلماسی و سیاست در اروپا تقریبا یه جوری فراموش شده است، فقط این تحریم هایی که علیه روسیه هست مونده که اینم با این وضع اگر به همین ترتیب پیش بره و خود اروپای غربی گرفتار مشکلات اقتصادی بشه، ناچار اون تحریم ها رو برداره. شما گفتید که احتمال این هست که نرن توریست ها به بلژیک، درسته، برای اینکه بروکسل مخصوصا یک پاریس کوچولوه و یک کشور توریستی اونجا. من به شما آمار دادم که 60% هتل ها و رستوران های فرانسه مخصوصا هتل ها تمام رزرواسیوناشون رو کنسل شده پس از 13 نوامبر و الان هتل های بزرگ فرانسه که قیمت های بالایی داشت به اصطلاح مشتری های از ژاپن، امریکا یا آلمانیا می اومدن، اینا تخفیف های فوق العاده ای میدن و وضع اقتصادی تو فرانسه هم خیلی خوب نیست و مسلما تاثیر میذاره. داعش در عملیات 13 نوامبر در فرانسه، وزیر اقتصاد فرانسه اعلان کرد که 1 میلیارد یورو به اقتصاد فرانسه ضرر زد. در رابطه با این توافق نیمبندی که بین اتحادیه اروپا و ترکیه برقرار شده در رابطه با مسئله پناهجویان، این چه تأثیری این حملات تروریستی در بلژیک و پیشتر از اون هم در فرانسه چه تأثیری میتونه بذاره؟ آیا ممکنه اون حس ضد مسلمانی در اروپایی ها رو تقویت بکنه و باعث بشه که این توافق هم اصلا از هم بپاشه؟ ببینید این توافق دیگه دیر شده، برای اینکه هر کسی که میخواست وارد اروپا بشه در چند ماه گذشته، در یک سال گذشته تا کنون اومده و همین که سرویس ها میگن بین 5 تا 8 هزار مظنون به تروریست در اروپا هستن، این توافق برای اینه که دیگه جلوی اون پناهندهایی که میخوان به اروپای غربی بیان رو بگیرن. خب اینا اشتباه کردن، رفتن توی ایستگاه راهن کپ زدن، برای اینا پیشواز اینا رفتن و بعدش هم بلافاصله زود پشیمون شدن. اما یه مسئله مهمی که ما باید اینجا تمایز بذاریم بینش این است که بین مسئله پناهندگان و تروریسته. امروز من اخبار رو که بررسی میکردم و مدت هم از دنبال این مسئله هستم، این نشون داد که شبکه‌هایی که داره اکنون در اروپا عمل میکنه، البته بسیاری شبکه‌ها هنوز شبکه‌های خفته هستن، شبکه‌هایی که اکنون داره در اروپا عمل میکنه، یعنی در این سه مرحله که ما دیدیم، این شبکه‌ها یک سیستمی رو اجرا کردن که شاید در نوع خودش کم باشه. سیستم این است که یک شبکه‌های کوچیکه، اما سرنخ و عامل اصلی یا رهبر این شبکه تروریستی در خاورمیانه است، در سوریه و یا عراق، و اینجا شبکه‌های بیش از 7 8 یا 10 نفر ماکسیمم نیستند. هیچ شبکه بزرگ تروریستی که در اروپا، اینا مستقل عمل می‌کنند و به خاطر همین دستگیری اینا، دستگیری یکی دوتا از اینا باعث نمیشه که به همه شبکه بشه چنگ انداخت، و حتی یه شبکه لوجستیکی ندارن که اینا رو تدارکات میکنن خارج از شبکه‌های عملیاتیه، ولی در زمان لازم که در 13 نوامبر در فرانسه دیده شد، شبکه لوجستیکی رو وصل میکنن برای به اصطلاح تدارکات سیستم‌های تروریستیشون از قبیل اسلحه و اینها. اما اینی که شما گفتید مرز رو بستن، من امروز با یه نفر که از مرز رد شده بود گفتگو کردم، گفت در مرز ظاهرا گفت اعلام میکنن بسته است، اما گفت هیچ کس نیست. شما مرزهای اروپا رو دیدید، ساختمانایی که پاسگاه‌های به اصطلاح مرزی بود خالیه، گفت مرز بلژیک هم کسی نیست. بعدم میدونید که یک رابطه رو اینا پیدا کردن، رابطه غیر مستقیم بین باندهای مافیایی و خلافکار اروپا که بخششون در بلژیک و بخش مهمشون در فرانسه و خصوصا جنوب فرانسه در بندر مارسی هستن،
که این تروریست ها اسلحه هاشون و که تفنگ های کلاشنیکوف و حتی خونبار جک اندازه RPG هست و مواد منفجره که امروز استفاده شد و دوده 4 کیلو در فرودگاه مواد منفجره استفاده شده، اینها رو باندهای مافیایی و خلافکاری که مجموعه ای از خلافکاران اروپای شرقی هم با اینها دست دارن، اونها برای سود مادی خودشون به اینها اسلحه و به اصطلاح مواد منفجره میفروشن. به عنوان پایان بخش گفتگومون آقای دادست، با توجه به ادامه فعالیت‌های داعش در خاورمیانه و اینکه خب اینها تونستن آدماشون رو به خارج بفرستن به اروپا از طریق همین پناهجویان، به نظر شما چه راه‌حل‌های کوتاه مدت و بلند مدتی وجود داره برای مقابله با مشکل تروریسم در اروپا؟ ببینید، مشکل تروریسم الان اینها ظاهرا کشورهای اروپایی با هم یکی شدن، مرزا رو برداشتن، قوانین مشترکی بین خودشون گذاشتن، اما بسیاری قوانین هنوز هر کشوری اون منافع خودش رو به اصطلاح پشتیبانی میکنه و حفظ میکنه. ببینید، این یک خواست همگانی دولت ها میخواد، یا اینها باید از هم جداشن، یعنی این اتحادیه اروپا به هم بخوره، یعنی خیلی هم اصلا میدونه که مثلا در آلمان در فرانسه حزب خانم لوپن یک کسیه که میگه اگه ما بیم سر کار از این پیمان اروپا میایم بیرون، یا باید این به هم بخوره و هر کسی مسئول امنیت خودش باشه، یا اینی که واقعا همکاری اینها دیگه باید از حرف و روی کاغذ نوشتن فراتر بره. اما مشکل اصلی های فردی اینه که تروریست از اونجا نیومده، این اشتباه رو ما نکنیم، اینها ارتباط دار، اینها از اینجا رفتن به سوریه. حالا بازیه، تروریستی که در اروپا داره عمل میکنه مال خود اروپاست، کسانی هست که اینجا دنیا آمدن، اینجا بزرگ شد. هیچ تروریستی که تو خاورمیانه بوده و اصلا اینجا آشنایی نداره تو اینها نیست، اینها تمام کسانی بودن که وقتی 5 سال پیش جنگ داخلی سوریه آغاز شد، مقامات اروپایی چشمشون رو بستن، دسته دسته و گروه گروه همین جوانها میرفتن به سوریه برای جنگ و باز میگشتن و اینها به نوعی غیر مستقیم از این کار پشتیبانی میکردن، چون میگفتن که به اصطلاح اینها علیه حکومت بشار اسد هستند و اینها موافق بودن که حکومت بشار اسد سقوط کنه. ولی پس از مدتی وقتی که این گرفتاری ها دست پای خود اینها رو بند کرد و تروریست برگشت با استابش در اروپا، اکنون به این فکر افتادن. این یه مسئله بسیار کارشناسی و تنها مسئله امنیتی، پلیسی، اطلاعاتی، نظامی نیست به هیچ عنوان، و تمام این کشورها باید جمع شن، یه قوانینی رو از نو بنا بگذارن، یه کمکاری از نو بنا بگذارن. ببینید، امروز با همین اتفاقاتی که افتاده، کسانی که 2 روز پیش 3 روز پیش یک دفتر بررسی که از طرف دولت فرانسه مأموریت پیدا کرده بود، میاد 2 تا شهرحال 2 نفر که کاندیدا یک پست هستن برای یه شغل، یکی رو با نام اسلامی و عرب و یکی رو با نام فرانسوی، میفرسته به تعدادی از شرکت ها و بررسی میکنه، منتظر میشه ببینه جواب چیه. اغلب شرکت هایی که این برگه استخدام، تقاضای استخدام رو گرفت دادن، به معنی که نام عرب یا مسلمون دیدن اونو کنار گذاشتن. ببینید، این مشکلات در جامعه اروپا، مخصوصا در جامعه فرانسه که من زندگی میکنم یا بلژیک که میشناسم، این وجود داره در اروپای غربی، در آلمان. همه این مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به هم ربط داره امروز، و این یک کار بسیار بزرگه و بسیاری از کارشناسای اینها هم پیشبینی میکنن که این مسئله به زودی حل نخواهد شد. ما منتظر عملیات تروریستی بسیار خونبارتری از این باید بشیم. در یکی از این شبکه‌های اجتماعی آقای دادست میخوندم، بعضی از این کاربران فکر کنم از داخل ایران بودن که پیام میفرستادن، میگفتن که چشم اروپا و آمریکا کور، خودش آمد اینجا کشورهای منطقه رو به هم ریخت، حالا خودشون باید طعم این تروریسم رو به نوعی بچشن. این که از نظر یکی از کاربرانه کاملا درسته. من همین ببینید، امروز وقتی اون کسی که انتحاری بمب منفجر کرده روبروی دفتر امریکن ایرلاین بوده، ببینید امریکا شده سمبل در واقع این مسائل. یعنی شما ببینید الان چرا امریکا داره در خاورمیانه یه مقدار عقب نشینی انجام میده. میدونید که عربستان و کشورهای عربی خیلی خوشحال نیستن
از این سیستمی که امریکا داره پیاده میکنه. امریکا الان همه جا هدفه و کشورهایی که با امریکا نزدیکن، شما ببینید چرا نمیرن یا تو بلغارستان یا تو چکسلواکی بمب بذارن، میان در اروپای غربی، یعنی با کشورهایی دارن تصفیه حساب میکنن، مثل فرانسه، مثل بلژیک که در همون عملیات ائتلاف شرکت دارن در عراق و سوریه. به هر حال این مسئله سیاسی است که در طول دهه های گذشته امریکا شده هدف همه این ناراضیان و مخالفان که ادعای عدالت و در واقع درخواست عدالت و برابری و اینها رو دارن در جهان. سپاسگزارم از شما آقای فرامرز، دادگست کارشناس اطلاعاتی در فرانسه، که وقت خودتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.